رئیس دولت 13 با تأکید بر لزوم توجه و دلجویی از خانواده‌های شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی با صدور دستور تأمین حقوق قانونی این خانواده‌ها به ویژه تسریع در پرداخت غرامت به آنها را لازم و ضروری دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن گرامی داشت یاد و نام قاسم سلیمانی اظهار داشت. سلیمانی مرد واقعی عرصه میدان بود و در عمل پایبندی خود را به ولایت و رهبری نشان داد. رئیس جمهور با اشاره به لزوم توجه و دلجویی از خانواده شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی با صدور دستوری تأمین حقوق قانونی این خانواده ها به ویژه تسریع در پرداخت غرامت به آنها را لازم و ضروری دانست. رئیسی همچنین تأکید کرد وزارت راه و شهرسازی، بنیاد شهید امور ایسارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی با تشکیل کارگروهی برای پیگیری رفع مشکلات خانواده های این حادثه اقدام کنند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت وزارت جهاد کشاورزی به تبیین استانداردهای کالاهای کشاورزی صادر شده به کشورهای مختلف فعالانه در رسانه‌ها روشنگری کند و با دعوت از کارشناسان در این مورد به صورت علمی و دقیق با مردم سخن بگوید. رئیسی با اشاره به نگرانی خامنه ای، علما، مراجع تقلید و مردم از وضعیت آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد کاستن از آسیب‌ها و نیز رفع نگرانی نسبت به جرائم در فضای مجازی وظیفه همه دستگاه‌های مرتبط است. رئیس جمهور همچنین در این مورد بر تکمیل و اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات در دولت 13 و تا سال آینده تأکید کرد. رئیس همچنین با تأکید بر تأمین انرژی پایدار برای فصل زمستان گفت انشالله امسال با رعایت الگوی مصرف شاهد قطعی گاز و برق در کشور نباشیم. البته تحقق این هم در گروه همکاری مردم و بخش‌های تولیدی خواهد بود. رئیسی بر ضرورت تعیین الگوی صحیح مصرف آب، برق و گاز در کشور تأکید کرد و از صدا و سیما خواست با تولید برنامه‌های کاربردی عواقب و مضرات اسراف در بخش انرژی و ارائه الگوی مصرف در کشور را برای مردم تعیین کند. در این جلسه همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت امور خارجه موظف شدند برای فعال شدن کمیسیون‌های مشترک بین ایران و سایر کشورها تلاش کنند تا روابط تجاری و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان توسعه یابد. رئیس جمهور تصریح کرد امروز سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست. جناب رئیسی، سرنوشت ایران را به اراده پوتین گره نزنید. رستم شجاعی مقدم می نویسد حرکت‌های روسیه پسند شما و تیم اعزامی به وین به هیچ وجه از نگاه ملتی که هنوز زخمدار است و بخشی از عظمت تاریخی خود را به روسیه باخته است پنهان نمی ماند. هر سیاستمداری که نمی داند روسیه چرا دشمن ایران است باید الفبای سیاست را از اول زیر نظر استاد بیاموزد و ترجیحاً فهرست تضادهای وجودی روسیه و ایران را به عنوان مشق هر شب سیاهه نماید. شما و تیم شما حداقل این روزها باید فهمیده باشید که پوتین دلمه ایرانی را دوست ندارد. او خود ایران را می‌خواهد و در جستجوی فرصتی است که وصیت پتر را عملی کند و در این راه به اعتماد شما چشم دوخته است. هر قدمی که در انزوای ایران برداشته می شود، خدمتی مجانی به روسیه است. او این انزوای ایران را گام به گام مدیریت کرده است و امید دارد که در واپسین روزهای گرفتاری به نام یاری دولت ایران لشکریانش را وارد ایران کند. نه برای یاری واقعی دولت که برای تکراری شبیه دوران جنگ جهانی دوم.
اکنون اهداف روسیه بر همه اهل دانش روشن است و باختن امروزه به روسیه به سادگی باختهای فتحعلی شاه تمام نخواهد شد. در سومین بخش از رشته برنامه‌هایی که هدف آن مشخص ساختن گزینه‌ها و امکانات برای گزینش رژیمی برای آینده ایران باشیم که همه انتظارات را تأمین کند و به اساسی ترین نیازهای کشور پاسخگو باشد، بیژن کیان، تلاشگر سیاسی مقیم ایالات متحده گفت که باید همه مقدمات برپایی رژیم آینده ایران پیش از فروپاشی حکومت کنونی مشخص و آماده شود تا خلاء سیاسی به وجود نیاید و ایران آینده دچار هرج و مرج نگردد. کیان در پاسخ به پرسش‌های منشأ امیر در این برنامه گفت که فرم و شکل سیاسی حکومت آینده ایران می‌تواند پادشاهی مشروطه یا جمهوری باشد، ولی آنچه مهم است تأمین همه حقوق مردم ایران و برقراری مردم سالاری واقعی است. کیان گفت که ممکن است فردا دیر باشد و یا توجه به آنکه فروپاشی حکومت ممکن است در آینده به وقوع پیوندد، از همکنون باید پایه‌های حکومت ایران را برنامه ریزی کرد تا خلأ حکومتی به وجود نیاید و هرج و مرج حاکم نشود. دائم تصمیم غلط میگیرند و به ملت میگویند تحمل کنید. احمدی نژاد میگوید 85 میلیون ایرانی که همشان نخبه و برجسته هستند، صدها هزار دانشمند و انسان بزرگ در ایران وجود دارد، آن وقت افراد ضعیف را روی دوش مردم میآورید. اینها که نمیتوانند مردم را قانع کنند، مجبور هستند از زور استفاده کنند. وقتی زور میآید که نمیتواند مردم را قانع کند، چون ترازو و جایگاه او آن چیزی نیست که بر آن نشسته است. این سیستم را باید اصلاح کنیم. خیال میکنند هرچه ببندن بهتر است. خیر، هرچقدر ببندید بدتر است. اجازه بدهید یک ملت تصمیم بگیرد، حرکت کند، فکر کند و مال خودش بداند. یک مقدار مسئولیت بپذیرید. لازم نیست ملت را تغییر و با آنها توهین کنید. آنها را محدود کنید و بترسانید. کسانی کارشان به تهدید ملت میرسد. چرا ملت را تهدید میکنید؟ همین ملت انقلاب کرده و شما را بر سر کار آورده. ملتی آمده فداکاری کرده، جان داده، فرزندانش را داده و تحمل کرده است. دائما تصمیم غلط میگیرند و به ملت میگویند تحمل کنید. خب شما تصمیمتان را درست کنید. چرا همه مسائل را بر دوش مردم میاندازید؟ دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.